در هر باوری که هستند دعا خواهند کرد و شاید تصور میکنیم اونها که خیلی پولدار هستند احتیاج به دعا نخواهند داشت، اونها که خیلی خوشگل هستند احتیاج ندارند به دعا، اونها که خیلی خوش‌تیپ هستند، اونها که خیلی معروف هستند، مشهور هستند، ثروت بسیاری دارند، اونها هم نیز به دعا شاید احتیاجی ندارن، یا اصلا یه عده هستن بر روی زمین که این باور رو ندارن به خدا که بخوان دعا کنن. اما همون گونه که همه ما داریم تجربه میکنیم و میبینیم، شاهد بر این هستیم که شرایط زمین بسیار شرایط بدی شده، از هر طبقه ای که باشیم میبینیم آمار خودکشی توش بسیاره، میبینیم که آمار اعتیاد توش بسیار هستش. شاید توی طبقه‌ای که ثروتمند هستن فقر تعریفی نداره، اما ناسامانی‌های بسیاری توی اون خانواده ها هستش که ادعا دارن و اونها احتیاج به خدا دارن اما نمی‌دانن چگونه باید در حضور خدا برن. شرایطی درش هستیم، شرایطی هستش که انسان ماهیت و هویت اصلی خودش رو گم کرده، فراموش کرده که از آغوش خدا اومده و باید دوباره به آغوش خدا بره تا این آرامش رو نیز داشته باشه. اما چهره دنیا این گونه نیست. چهره دنیا و چهره آنانی که اون چیزایی که من و شما نداریم و براش دعا میکنیم و دنیوی هست و تاریخ انقضا داره، اونها دارن، اما آرامشی که من و شما داریم در حضور خدا اونها چه بسا ندارند. شاعری میگه: گر بگویم که مرا بی تو پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمین. داره نشون میده جهان موقعیتش، داره نشون میده جنگ ها رو داریم میبینیم، این همه آسیب هایی که انسان ها به هم میزنن، حتی اون طبقاتی که ما فکر میکنیم چقدر طبقات خوبی هستن، از ما بهتر هستن، دارن به خودشون آسیب میزنن، خود زنی میکنن، دگر زنی میکنن، آسیب به اطرافیان خودشون میزنن و میبینیم هیچ آرامشی نیست متاسفانه. اما در طول این هفته به چند موضوع پرداختیم.
گفتیم میخواییم در حضور خدا بریم، در ابتدا میخواییم چیکار کنیم؟ حضور او رو به طلبیم. درسته؟ گفتیم میخواییم با او رابطه داشته باشیم. و از کتاب اول تواریخ 16:11 که داوود پادشاه اعلام میکنه خداوند و قوت او را به طلبید، یعنی در اصل حضور او رو. و امروز برای ما که به مسیح ایمان آوردیم میدانیم که یعنی روح القدس را به طلبید. خداوند و قوت او را به طلبید، روی او را پیوسته طالب باشید، چون یه خلای خالی که گذاشتی دنیا میگیرته، شرایط کارت میگیره، حتما باید فکر کنیم درباره موضوعات دیگه ای. اما همون موقعیت کارتو، نیازتو برای اقامت در این سرزمین، خلاهای خالی که توی زندگیت هستی، اگر به روش درست که کلام خداوند اعلام میکنه، خود خدا اعلام میکنه، من و شما در حضور خدا بریم، تمام اون خلاها به خوبی نیز پر خواهد شد و بدون این که ما آسیبی بخوریم. پس طلبیدن روح خدا و حضور خدا در اصل طلبیدن اراده خدا هست، مطابق انجیل متی 6:10 که میگه اول اراده مرا بطلبید، اول ملکوت خدا را بطلبید. و زمانی که من مشتاق اراده خدا هستم، مشتاق اون خلای خالی هستم که توی زندگیم از ندانم چه کنم ایجاد شده، هیچ آگاهی نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم و اون دلیلی شده که من آسیب خوردم. باز در کتاب اشعیا 43:1 میخوانیم که کلام خداوند اعلام میکنه این قوم را، این مردم را، ایرانی ها را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، تا در حضور من باشند و با من نیز مشارکت داشته باشند و بتونن راه های درست رو یافت کنن برای هدفی که به خاطرش آفریده شدن. در کتاب ارمیا 33:3 که اصطلاحا میگیم کد عهد عتیق، کلام خداوند میگه مرا بخوان تا تو را اجابت کنم و از آن چیزهایی که نمیدانی. میدونی چی میخوای، میدونی خونه احتیاج داری، همسر احتیاج داری، فرزند میخوای، اقامت میخوای، میخوای فرزندت در مسیر درست قدم برداره، پیروز و موفق بشه و و همه اینا رو میدونی، اما نمیدونی چگونه باید این رو داشته باشی که تضمین 100% باشه. و در کتاب ارمیا 33:3 خداوند این رو داره میگه، میگه من به تو حکمتش هم میدم که تو چگونه آنچرا که نداری رو داشته باشی اما بتونه برات یک تضمین کامل باشه. باز در کتاب اشعیا 26:8-9 اعلام میکنه ای خداوند ما از خواست تو پیروی میکنیم و به تو امید بسته ایم، اشتیاق قلب ما تنها تو هستی، یعنی اولویت تو هستی. من وقتی میام در حضور تو خداوند و مصلحت دلم رو میدونم، اما اول مال تو میام، من اول تو رو دوست دارم. مسلماً شاید یک مثال و تشبیه درستی نباشه، اما والدین اگر تصور بکنن بچه ها فقط اونها رو برای خوراک دوست دارن، درست محبتشون هرگز کم نمیشه برای چیزایی که میخوان دوست داشته باشن، ولی یه جورای دلشون میگیره، هرچند فرزندشون هستن. به طور خاص وقتی بچه ها بزرگ میشن این انتظار رو ندارن، دوست دارن دیگه الان محبته کار کنه، نه به خاطر خوراک، نه به خاطر پول، نه به خاطر خلایی که در زندگی بچه هاشون خالیه و والدین میتوانن کمکشون کنن. پس اگر ارتباط ما با خدای زنده یک ارتباط سالم هست، خدا نیز از ما خوشنود خواهد شد که با قلبمون برای خود خدا به حضورش بریم. و اعلام میکنه اشتیاق قلب ما تنها تو هستی، شب را در اشتیاق تو به سر میبریم. موقع خوابیدن چگونه میخوابیم؟ فیلم تموم میشه، اینستاگراممونو میبندیم، فیسبوکمونو میبندیم، حرفامون تموم میشه، آیا میریم در حضور خدا؟ من میریم دوباره در حضور خدا، همونطور که دوش گرفتن باعث میشه این خستگی جسم ما گرفته بشه، در حضور خدا بریم و نیز در حضور خدا در از یک دوش روحانی بگیریم.
یک قوت بگیریم با آرامش بخوابیم. میگه شب رو در اشتیاق تو به سر میبریم و هنگام سپیده دم تو را میطلبم و میطلبیم. این نگاه درست به یک دعا هستش که فقط من برای حضور خدا میرم. در کتاب قدرت عظیم نویسنده میگه دعا عبارت است از مشارکت قلب انسان با قلب خدای پدر، یعنی آن جایگاهی که من ارتباط مستقیم حتی از نظر احساساتی که خدا به من داده من با خدا خواهم داشت. پس روی خدا را طلبیدن یعنی روح خدا، روح القدس هست، و روح خدا را خواستن یعنی حکمت خدا را خواستن تا بتونیم مسیر درست رو نیز قدم برداریم. باز همه ما تجربه کردیم کسی رو که دوستش داشتیم، حالا از خودمون بیاییم و برای اون شخص دعا کردیم، حتی با غیرت دعا کردیم، با دلسوزی دعا کردیم، دعا کردی خدا کمک اون شخص بکنه، خودت هم زینب شدی اومدی پات گذاشتی اونجا گفتی بزن منم یه کمکی بکنم، رفتی در حضور خدا گفتی خدا نگاه کن منم یه دستی هستم برای کمک به این شخص، خواهر، برادر، دوست، همسایه، از هر کسی. میدونی وقتی که حکمت خدا رو نمیخوای میتونه شرایط یه طوری بشه تو آسیب بخوری. کار درسته، اما در ابتدا حکمت خدا رو نخواستی، فقط رفتی گفتی اینو میخوام برای این، اینو بهش بده. سالها پیش شخصی زنگ زد و گفت برای پسرم میخوام دعا کنم، اگه میشه شما برای من دعا کنید. قرار هست بانک بهش یه پولی بده و این پول رو اگه این بگیره زندگیش عوض میشه. منم براش دعا کردم. دو روز بعد زنگ زد گفت اصلا به طور معجزه درست شد. گفتم خدا رو شکر خیلی هر دو خوشحال شدیم. بعد از 6 ماه دیگه زنگ زد گفتم بله بفرمایید. گفت میشه دعا کنید این پولی که گرفتیم؟ گفتم خب. گفت هیچ کس نبود ضامنش بشه، من ضامنش شدم توی این 6 ماه که من دادم. وضعیت پولیم هم خیلی بده، اصلا الان پشیمونم چرا دعا کردم، حتی برای بچه خودم، چون نمیتونم من این پولو بدم، ضامن اون من شدم. کاش که اون روز به من میگفت که قرار ضامنش بشه، میگفتم میخوام حالا برای این که تو میخوای ضامن حتی پسرت بشی آیا میتونه خوب باشه یا نه، آیا این حکمت هست یا نه. فکر اشتباه نکنیم، ما حتما برای فرزندانمون باید بهتری رو انجام بدیم، حتی برای دوستانمون اگر میتوانیم. اما اگر قرار بشه که من یه دعا میکنم رفع مشکلی میشه و بعد من بیام دعا کنم حالا یه مشکل دیگه بذات، این از طرف خدا نیست. برای همین لازم هست در ابتدا ما حکمت خدا رو بخوایم و در این مسیر هستش که ما میتونیم جایگاه درست. یه مقام هست حتما همه ما به نوعی شاید تجربه کردیم که عزیزانی که وارد کلیسا میشن یا میخواییم از عیسی مسیح براشون بگیم همش میگیم خدا کنه الان یه معجزه‌ای بشه، این شفا پیدا کنه، مشکلی این حل بشه، بعد چی بشه؟ بعد به مسیح ایمان بیاره. اما ما میدونیم کلیسای مسیح درش بازه برای همه باورمندا و ما میدانیم که چقدر ایمانداران و غیر ایمان وارد کلیسای مسیح، حتی تو خود ایرانم که من بودم خیلی ها بودم میمدن دعاشون اجابت میشد میرفتن، اشتباه گرفته بودن با امامزاده ها، نمیدونستن که کلیسا مکانی هست برای نجات، ماورای اون معجزه و اون شفا هستش. منم دخترم به خدا من شفا داد، ولی از اون روز تا به امروز تصور نمی کنم یکیشو یادم هست کلیسا یه بار نرفتم در طول این 20 سال. یکی از عزیزان ما فوت کرد رفتم قم و نرفتم جمعه و همونم پشیمون شدم و تا به امروز من و خانوادم ایستادیم با بچه های یه ماهه، دو ماهه، 7 ساله، 5 ساله برای کلیسای مسیح ایستادیم، چون نجات او رو چشیدیم. دیدیم واو، بالاتر از حتی شفای دخترم خدا برای من مقید کرده. خدا رو شد که خدا من دختر منو شفا داره، اما ماورای اون برای من برنامه داشت. برای همین هست اگر ما درک درست از نجات مسیح داشته باشیم کلیسای مسیح رو هرگز رها نمی کنیم، چون تمام حیات و زندگی ما خواهد شد و اجازه هم نمیدیم در ذهنمون بیاد.
فلانی نجات، فلانی شفا بگیره، فلانی معجزه بشه، بعد من فکر میکنم این به مسیح ایمان. نه، اگر میخواید مردم به مسیح ایمان بیاورند، اونها رو تشویق کنید که روح خدا رو بطلبند، حقیقت رو بطلبند، و اونجا هستش که نجات ساکن خواهد شد، نه فقط برای معجزات. دختری رو میکنه مادر خودش و میگه مادر شوهر من خیلی منو محبت میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. بعد میگه تو هر چی تو حالا خواستی برات خریده؟ میگه آره هر چی من میخوام. میگه پس خیلی چیز مهمی از اون نخواستی. افراد میان شفا میده، خب نه خدا یه چیه دیگه. حالا آمریکا که انقدر مسجد قدم به قدم هم نیستش که، ما رفتیم تو کلیسا، خدا اونجا هستش. خب راست هم میگه، خدا شفا داد. خب اینم راست میگه، ولی خدا براش ماورای شفا گذاشته بود، ماورای معجزه گذاشته بود، اما متاسفانه اونو دریافت نکرد، به یک برکت خیلی کم دنیوی قانع شد. در خروج 31:1-4 اعلام میکنه و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: آگاه باش، بسلئیل بن اوری بن هور را از سبط یهودا به نام خواندم و او را به روح خدا پر ساختم و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری، توجه کنید، برای موقعیت کارتون هم خدا شما رو میتونه برکت بده، بهت حکمت بده، به شما حکمت بده تو کار چگونه عمل کنید. میگه به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری برای اختراع و مخترعات تا در طلا و نقره و برنج کار کند. این وعده خدا بود در کتاب یوئیل 2:28-29 به ما داد. این وعده خدا در کتاب حزقیال باب 11:19 هست که روح خودم رو می‌ریزم، آن قانونهایی که خداوند 10 فرمان رو بر سنگ نوشت، حالا بر قلب تو، یعنی افکار تو خواهد نوشت، که بتونی حکمت رو داشته باشی، با حکمت زندگی کنی. در جاده انصاف ندیگه، تمام شد، در اتوبان عدالت هم قدم با خدا قدم برداری، رویاها ببینی، خوابها ببینی. من ایمان دارم تمام کسایی که هفته گذشته با ما متحد بودن و توانستن با ما باشن یه برکتی گرفتن، من ایمان دارم. ولی بعضیاشون با من صحبت کردن که چه برکتی گرفتن. یکی از اون عزیزان که لطف کرد با بدر یوسف عزیز و خواهر والنتی که لطف کردن تمام 4 روز دعا رو با ما بودن، بدر یوسف گواهی داد پریشب که ازش خواهش میکنم لطفاً اگه میشه میکروفون رو بدر یوسف بدید. بدر یوسف، اون رویایی که شما دیدید در این روزها رو لطفاً برای عزیزان عنوان کنید. لطفاً میکروفون رو سریع برسید. ممنون میشم. بفهم بعد است. بفهم بالا که به افتخار برادر عزیزمون. خیلی ممنون برای خدا رو شکر برای وجود یکایی که شما عزیزان، خدا رو شکر میکنیم که وعده عیسی مسیح زنده است. حقیقتاً دیروز، امروز، فردا. آمین. و اگر وعده زنده است، طبق 2000 اندی سال پیش که او اگه به نام من جمع بشم، من در میان خواهم بود و آرامش خود را جاری خواهم کرد. آمین. امروز هم در همینجا میبینیم، درسته؟ وقتی یه سرود میخونیم از کلام خدا میشنویم، آرامش خداوند جاری میشه. آمین. خداوند ما زنده است. من حقیقتش توی هفته دعا بودیم، اینم بگم اگر برکتی یافتید این هفته، اگر سلامتی بود، چیزی بود، بدین که دعای عزیزان من بود که برای شما یکایی که از جان دعا کردیم. من یه رویایی دیدم که یه دستی بود، دست نورانی بود اینجوری دو هفته دعا. بعد من این دست گفت که میخوایی من شهر سماوی رو، شهر آسمانی رو بدیشون بگم. گفتم چرا که نه، بریم. بعدی باش میرفتم، دستم در دست خدا، من میرفتم توی بیابون، از یک جای رد میشدم، یه مدتی که رد شدم خسته شدم، برگشتم، یعنی دستم خسته شد، دست خداوند ول کردم. وقتی دست خداوند ول کردم، دیدم توی یک کوچه بس کوچه های افتادم که تابلوش نوشته بود حسادت، بدبینی و این چیزای بد نوشته بود، کوچه بدی بود. و گفتم خدایا من توی کوچه ها چیکار دارم؟
بعد دوباره گرفتم دست عیسی مسیح، اون نور رو گرفتم، دیدم یه کوچه دیگه، کوچه هاش عوض شد. اونجا محبت نوشته، مثبت فکر کردن بود و این چیزا بود. میخوام بگم که خداوند نشون داد که بدون دست عیسی مسیح آدم توی این کوچه ها میفته، و اگر میفته تو کوچه انکار خداوند، مانند پتروس، اگر بیاد ما بیاد و یاد مسیح بیفتیم و زار زار گریه کنیم، باید دوباره بریم دست عیسی مسیح رو بگیریم. آمین. همدلی که فرزندان ما خوب اکثرا پدر هستیم، دیدیم پدر مادریم، بچه‌ای که تازه راه افتاده اگه دست پدر مادرش نگیره، او در امنیت نخواهد، دیر یا زود خواهد افتاد. و ما پدر آسمانی ما رو دوست داره. آمین. تا مادامی که دست در رس او باشه هرگز لطمه نخواهیم. خدا شو برای وجود یکایی که شما هست. پس وقتی وفادار هستیم به پیام‌های خدا، وقتی وفادار هستیم در حضور خدا هستیم، این حکمت خداست که این حکمت رو خداوند به توسط برادر یوسف عزیز که از پیشکسوتان در مسیح هستن میده تا به کلیسا بده، به شماها داره میده، با شماها داره صحبت، با من داره صحبت میکنه. هوشیار باشید. درسته که مسیح رو شناختید، درسته تعمید گرفتید، اما دست مسیح رو ول نکن تو زندگی. نگو مسیح اینجا با من نیا، این بیزینس منه، کاری بیزینس هم نداشته باشه. نه نه، این قسمت لطفاً من ناکم حال درست کلیسا دارم میدم، دهیکم دارم میدم، میبینی خدمت هم میکنم، ولی بشارت نمیتونم بدم اصلا. دیگه نه، اینجا دیگه تمام زندگی من مال مسیح هست. آمین. آنچرا که داریم مال مسیح هست. اگر ما اجازه بدیم آنچرا که داریم به مسیح بدیم، میدونید یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی ما بیمه مسیح هست. اتفاقا برای ما بهتر خواهد شد. مسیح اعلام کرد در انجیل متی 28:20 که من تو را هرگز رها نخواهم کرد، تو را تنها نمیذارم که تو آسیب بخوری و توی موقعیت بدی قرار بگیری، حتی در سختی ها. چقدر ایمان داریم ما؟ چقدر ایمان داریم که خدا میتونه کمکمون کنه؟ اگر ایمان ما بالاست، باید به این ایمان داشته باشیم. خدا میخواد به توسط حکمتش ما رو برکت بده. صدای خدا رو باید تمرین کنی، بشنوی. تو یکی از این روزا اعلام کردیم نبیا کیا هستن؟ نبیا بیستن، اونا که عطای نبی دارن بیستن. یکی از آسیبایی که ما خوردیم به افتخار دو تا دست بوده، چون اینا فهمیدن نبی هستن، ولی شما ها متوجه نشدید نبی هستی. یکی از آسیبایی که ما خوردیم اینه که از عطایابون با خبر نیستیم. مگه کلام خدا نمیگه هیچ کس نمیتونه عیسی مسیح رو خداوند بخواند مگر اینکه روح القدس به اون گفته باشه؟ همه شما نبی هستید، بیستید دوستان، همتون بیستید، برای خودتون دست بزنید. شما همه نبی هستید، چرا فکر میکنید نبی نیستید؟ یکی از آسیبای ما همینه، عدم آگاهیه. شما نبی خدا هستید، چرا امروز شما اینجا هستید؟ حتی عزیزانی که بیننده ما هستن، چرا وقتشون رو میذارن این کلام رو گوش میکنن؟ چون خدا بهشون گفته رسول باتون کار نداره، من با شما کار دارم. بیدار بشید، ما به دنبال مذهب نیستیم. شما عطای نبوت رو دارید که متوجه شدید مسیح خداونده. اینو روح القدس به شماها گفته. درست عطایای دیگه در مسیر نبوت هست که عزیزان هستن که میتونن نبوت بکنن برای کلیسا، برای افراد، اما این رو بدونید شما همه تون این عطا رو دارید و این عطا رو خار ندونید. فرزند خدا هستید و خداوند شما رو یافته. باز من یه گواهی کوچی خودم میخوام بگم، قبلا هم گفتم ولی فکر میکنم گفتنش خوبه. بازم ما وقتی اتریش بودیم و عزیزانی که اعلام پناهندگی کرده بودن توی اتریش، همین که اینها دیپورت می‌شدن، ما تراسکخن بودیم، اونهایی که توی وین بودن تراسکخن، ما هم توی اون تراسکخن بودیم. به پادگان قدیمی بود، برای هیتلر بود، و هر کس که دیپورت می‌شد اون دیگه مجبور توی خیابون زندگی کنه و هیچ کمک مالی دولت نمی‌کرد و اصلا شخص شاید مجبور می‌شد میرفت یه کشور دیگه، برمیگشت ایران. و هر شب ساعت 2-3 نصف شب در اتاق ما رو می‌زدن، می‌گفتن بیاید برای فلانی که دیپورت شده دعا کنید. یکی از این شبا راستیتش من از خستگی که هر شب باید بلند شیم دعا کنیم، رفتم در حضور خدا زانو زدم، گفتم خدایا
آیا این میشه ما هر شب ساعت 2 نصف شب 3 نصف خواب بلند شیم یه خانواده رو بریم براشون دعا کنیم؟ تو خودت یه فکری بکن. روح القدس با قلبم صحبت کرد یک هفته در دعا و روزه بمانید و من قانون این کشور رو عوض میکنم. من زمانی که به حتی ایماندارای توی اون پادگان به اصطلاح اون تراس کنی که کمپین گفتم، وقتی گفتم اونها گفتن بعد از اینو به کسی نگید. گفتم چرا؟ گفت اگه نشد چی؟ گفتم من خدا با قلبم صحبت، همون خدایی که منو از ایران آورده، همون خدایی که دختر منو شفا داده، همون خدایی که منو خونده برای این خدمت، من ایمان دارم تا انتهاش با من هست. الانم این ایمانو دارم تا انتهاش خدا با من و با این کلیسا هستش. چه کسی با ما باشه چه نباشه خدا با ماست. من ایمان دارم. وقتی که خداوند با قلب من صحبت کرد، اینو روز سوم بود ما روزه گرفتیم، شاید 7-8 نفر بیشتر نبودیم، 7-8 نفر روزه گرفتیم توی اون همه ایماندار تازه اونجا بود یا عزیزانی که اونجا بودن. روز سوم در خونه ما رو یه روز بعد از ظهر بود، دو تا پلیس قد بلند زدن. یعنی من اینا رو دیدم گفتم ما هم دیپورت شدیم. گفت بگو ببینم مسلمان هستی یا مسیحی. تا اومدم بگم زورجان گفت بگو خب مسیحی هستی، یه توضیح براش مثلا بهش گواهی بدم. بعد گفتم که ما مسیحی هستیم. یه برگه داد گفت قانونی جدیدن عنوان شده تمام مسیحی‌ها یا اینجا میمونن یا میرن آمریکا. روز سوم بود و باور کنید خدا رو شکر عزیزانی که اونجا بودن از جمله آشوریان عزیز، ارامنه عزیز که تولد تازه نداشتن، اومدن به من گفتن تو یه دستی با این دولت اتریش داری، تو خبر داشتی این حرف رو زدی، چون ایمان نداشتن دیگه. اگر ایمان داری در حضور خدا برو، خدا میتونه قانون کشورها و دولتها رو عوض کنه. نگران نباش، اگر این ایمان رو داری بایست و خداوند تو رو برکت خواهد داد. آمین. در کتاب اشعیا 55 6 الی 9 ادامه همین عرایزم هست، اعلام میکنه خداوند را مادامی که یافت میشود. الان زمانیه که خدا یافت میشه، کلیسا اعلام دعا میکنه یافت میشه، کلیسا درش بازه یافت میشه. وقت داری در حضور خدا بری شامگاهان، برو در حضور خدا. صبح از خواب بلند میشی اول برو در حضور خدا، خدا یافت میشه، خدا برای تو یافت میشه. تو فرزند خدا هستی، اون پدر تو هست. خداوند را که مادامی که یافت میشود به طلبید، مادامی که نزدیک است، اون نزدیکه به توسط عیسی مسیح به ما. آمین. او را بخوانید و ادامه میده، نمیخوام خیلی طولانی بشه، اعلام میکنه افکار خدا و افکار انسانها یکی نیست و اختلاف آنها بین فاصله زمین تا آسمان هستش. فقط باید اعتماد داشته باشیم، باید این ایمان رو داشته باشیم که خداوند در دعا به ما حکمت خواهد داد و ما با حکمت خدا پیروز میشیم. باز در امثال 3:5-6 میگه به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما. شک داری؟ میگی لایق نیستی؟ شایسته نیستی؟ با خون مسیح شما لایق و شایسته هستی. تا اونجایی که میدونم همه شما به مسیح ایمان آوردید. اگر کسی بین شما هست که مسیح ایمان نیاورده، اگر شک داری، ناراحت هستی، امروز قلبت رو به مسیح، امروز مال مسیح بشو و اون موقع میبینی که خدا تو رو حمایت خواهد کرد. چرا که دیگه شک تو مثل یک سوال خواهد بود و خدا به تو جواب خواهد داد. شک تو نمیتونه بار سنگین برای تو باشه. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. رو تجربه، رو صداهای منفی تکیه نکن. نه اینکه ما عاقلانه فکر نکنیم، اتفاقا حکمت خدا به ما روش عاقلانه رو داره یاد میده. در همه راه‌های خود او را بشناس، در تمام طریقا. نگو اینو دیگه خودم بلدم، خدایا فقط تو راهشو، فقط تو این پولا رو من بده، من یه تجب بیزینسی را میندازم. پولا رو میگی نمیتونی، فرزند خدا هستی، با حکمت از این پول باید استفاده کنی. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانی. و این هستش که در این موقعیت، در این دعا ما ایمانمون تقویت میشه و چون ایمانمون تقویت میشه، صبر و فروتنی، اعتماد به خدا، به محبت و مهربانی، به بخشش و رحمت، به امید و آرامش، حتی اعتماد ما به دیگران نیز زیاد خواهد شد. یعنی این گونه نیست که
من بگم من فقط به خدا ایمان دارم. مگه غیر از این هستش که در نامه اول قرنتیان 13:4-13 اگه اشتباه 7 هستش یا 4 میگه که محبت همه رو باور داره. آمین. چه کسی میتونه با محبتی باشه که همه رو باور کنه؟ کسی که حضور خدا در کنارشه، روح خدا در کنارشه و روح خداست که داره این قوت رو میده که باعث باور او خواهد شد. دقیقاً صد اینه. باز میخوام یه گواهی بگم که این نیز شاید قبلا بازم اینو گفتم. سالها پیش توی کلیسای خداوند خدمت میکردم، دو تا خادم با همدیگه اختلاف پیدا کردن سر یه موضوع و یه سوء تفاهم. تصمیم گرفتیم که خونه یکی از خادمین چند نفر بریم تا این دو نفر بین خادمین و رهبران دیگه صحبت کنن و صحبت اونها باعث این بشه که مثلا برفرض بعد دعا کنیم ببینیم مشکل چیه، این مشکل رو برداریم و توی کلیسا با تلخی نیانیم دو خادم. وقتی رفتیم اونجا یه دفعه دیدیم این عزیز خودش مهمون داره. همین که ما رو دید گفت خواهش میکنم هیچی نگید، چون این اصلا مخالف من و باور من هست. الان میگه شما مسیحیان با هم اختلاف دارید. البته که داریم، چون ببخشید ما ما آدمیم دیگه، ما هم اشتباه میکنیم دیگه. این نیستش که ما کامل شده باشیم، ما مثل خیلی از انسانهای دیگه اشتباه میکنیم، فقط یاد گرفتیم چگونه ببخشیم و یاد گرفتیم چگونه اصلاح کنیم خودمون رو به توسط کلام خدا و روح القدس. و زمانی که ما رفتیم اونجا دیگه سکوت که همه ساکت شدن. بعد یکی از برادرها گفت خب فقط یه دعا کنیم. شروع کردن با همون عزیزان مهمانان که اونجا بودن دعا کردن. در بین دعا یکی از همین خادمی که سوء تفاهم براش پیش اومده بود زد زیر گریه، رفت اون برادر رو بغل کرد، گفت برادر ببخشید الان روح القدس من گفت اشتباه منو به من نشون داد. اون گفت چی داری میگی؟ از زمانی که من اومدم روح القدس داره با قلم صحبت کنه، من اشتباه کردم. در از هر دو اشتباه کرده بودن ولی نمیخواستن اون رو اعلام بکنن و ببخشید اون غروره نمیذاره گاهی ما بپذیریم و به اشتباه اون اعلام کنیم، اعتراف کنیم تا خدا عمل کنه. و این دوتا وقتی همدیگر بوسیدن و آشتی کردن، نه دیگه صحبتی شد، نه اومدیم بحثی کردیم، هیچی، تموم شد. فقط در دعا، توی دعا هستش که ایمان ما و اعتماد ما نیز زیاد خواهد شد. پس تشویقتون میکنم که در این دعاها به طور خاص وقتی که کلیسا اعلام میکنه بمونیم، چرا که مطمئن هستیم خداوند عمل میکنه. در مرقس 14:38 اعلام میکنه بیدار باشید، یعنی هوشیار باشید، مانند شما عزیزان هزاران دلیل دارید کلیسا نیاد، اما بیدارید. مسیح داشت میخواست بره روی صلیب، به شاگرداش گفت نصف شب، گفت بیدار باشید، نخوابید، مواظب باشید. الان هم دنیا در مسیر اینه که ایماندارا رو هم میخواد بخوابونه. خیلی برای همین ما این هفته در دعا هستیم که کلیساهای فارسی زبان بتونن بیدار باشن. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید، توی مشکلات و سختی هایی که ما را از پا در میاره. روح البته راغب است، روح القدس میخواد کمک ما کنه، اما لیکن جسم ناتوانه، چون خودش خیلی مشغول دنیا کرده، خیلی اسیر دنیا کرده، خیلی اسیر صداهای منفی که توی دنیا بر علیه ایمان اون هستش کرده و اون رو داره آسیب میزنه و نمیذاره به اون جایگاه درست برسه. و این نگران نباش، اگر خیلی خسته شدی دیدی خیلی داری اذیت میشی، یه نقطه بذار رو خستگی، برو از سر خط از خدا دوباره بخواد شروع کن ایمانتو، تمومش نکن، نگو خسته شدم از ایمان، از کلیسا، از این، از اون. این کار شریره، این کار شیطانه. خدا میخواد تو رو دوباره بلند کنه. خدا میخواد بهت بگه عطایایی که من به کشیش رسول دادم اون عطایای تو کدومه. تو این هفته درباره صحبت کردیم، گفتیم وای که اگر یه روزی بریم آسمان میبینیم یک عالمه کادو ما داریم اونجا که این کادوها رو ما هیچ کدوم باز نکردیم. کادوها ما روی زمین بوده ولی اصلا ما کاری با کلیسای مسیح نداشتیم. کلیسا میرفتیم، خب میدیم اون برادر تمیز میکنه، اون برادر پول میده، اون برادر صداها رو تنظیم میکنه، اون برادر فیلم برداری میکنه، بعد رسول هم موعظه میکنه چند نفر. خب ما دیم. شما هم سهم دارید در خانه خدا، عطای شما نیز سهمی داره برای کار خداوند. باید خودتو پیدا کنی و در همین مسیر خداوند حتما تو رو برکت خواهد داد و هرگز آسیب نخواهی خورد. و ما به خوبی میدونیم که فرزندان خدا تو جنگ روحانی هستن، هستن یا نیستن، هستیم.
مردم دنیا تو مشکلات هستن، ولی ما یه مشکل دیگه هم داریم به نام جنگ روحانی. خوشا به حال آنانی که به مسیح ایمان نیاوردند. یه بار دیگه خوشا به حال آنانی که به مسیح ایمان نیاوردند. چرا؟ چون حداقل هم توی دنیا خوشن یه خورده، همه کاراشون دارن میکنن، و اگرم رفتن میگن ما نمیدونستیم، نه تو داوری. ولی وای به حال من و شما که مسیح ایمان آوردیم و در راستی نیستیم، چون دوتا آسیب میخوریم، نه اینو داریم نه اونو داریم. حداقل اونا اینو دارن، این دنیا رو دارن. پس باید خوشیار باشیم، خوشیار باشیم. توی دعا باید ما نیز بیدار باشیم. در اول پتروس 5:8 میگه خوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیران قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببرد. چه کسی را میخواد؟ این فیلم های راز بقا رو دیدید که وقتی که مثلا شیر و گرگ و پلنگ و اینا حمله میکنن، دنبال کدوم حیوانا میرن؟ ضعیفه و تنهاه، اون که تنهاست، اون تنها را میگیره، اون که با هیچ کس با هیچ ایمانداری رابطه نداره. مواظب باشید، میگه من خودم، من فقط خودم، منم و خدا هستم، میگیرنش. من چی من و خدا هستم؟ تو و کلیسای مسیح هستی، تو باید در مشارکت با مسیح باشی. یعنی شیطان به تو آسیب میزنه. این چیزی نیستش که شما بگید میام کلیسای صندلی پر میکنم. خیر، بلکه این برای خود شما خوب هست تا مبادا در اون ضعف قرار بگیرید و آسیب بخورید. و از اونجا که ما میدونیم حالا شیطان جایگاه خودشو داره، قدرت داره، بله، ولی اینو بدونید شیطان از همه ماها میترسه، شیطان از همه ما میترسه، چون شیطان ضعیفه. ما به عنوان فرزند خدا روح خدا رو داریم و ما میتوانیم فرمان بدیم که شیطان تو هیچ حقی روی زندگی من نداری. آمین. میتونی اینو اعلام کنی؟ اعلام کن، اعلام کنیم با هم دیگه. شیطان تو هیچ حقی روی زندگی من نداری، روی درآمد من نداری، روی خانواده من نداری، روی موقعیت‌های رابطه من نداری، روی کلیسای مسیح نداری. بله، شما میتونید نهیب بزنید و این رو کلام خدا اعلام کرده. نهیب بزنید، بیزنس داره خراب میشه، میری در حضور خدا دعا میکنی، میبینی همه چیز به هم ریخته است، اعلام کن در نام عیسی مسیح نهیب میدم، شیطان خدای من خدای نیکوییه، بیزینس من باید نیکویی باشه. اگر امروز درش بی برکتی هست، اینه که تو اومدی داری دخالت میکنی، تو یه ترسو شیطان و اجازه بهت نمیدم. اون چون میترسه از راه های دیگه ای وارد میشه، با ریا وارد میشه، به نوع دیگه به تو آسیب میزنه، نمیاد در برابرت بجنگه، جور دیگه میاد. نمیخوام سوء تفاهم بشه بگم، اما به نوعهای دیگه میاد به زندگی تو آسیب بزنه. در نامه افسسیان 6:10-12 اعلام میکنه، خلاصه ای برادران، یعنی یک ایمانداران، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج ها، یعنی لشکرها به روحانی شرارت در جاهای آسمانی هست که میخواد به ما آسیب بزنه. و در همون نامه 6:18 اعلام میکنه با دعا و اصرار در آن. چرا میگیم یک هفته در دعا و روزه باشیم؟ میخوایم اصرار کنیم، میخوایم بایستیم که اعلام کنیم که خداوند، میخوایم از تو قوتی بگیریم برای آنچه که نیکوست. با دعا و اصرار در آن، در هر وقت در روح، یعنی در حضور روح القدس، به پوری روح القدس، برای خود و بقیه ایمانداران در دعا باشیم، هم برای خودمون، همون گونه که شما نیز الان برای بقیه ایمانداران دعا کردید و در این اتحاد هستش که برکت هست. شما برای چی آمدید کلیسا؟ برای خوشنودی باباتون، درسته؟ پدر آسمانی، برای اینکه خداوند عیسی مسیح رو نیز پیروی کرده باشید، برای خوشی روح القدس آمدید اینجا. آیا خدا مطابق آنچه که در عبرانیان 6:10 میگه، میگه من بی‌انصاف نیستم که تو رو فراموش کنم، اومدی اینجا. پس خدا میخواد تو رو برکت بده در این اتحاد، و خدا این اتحاد رو دوست داره، چرا که به خوبی میدانی که
کلام خداوند اعلام میکنه خدا تنهایی رو دوست نداره. کانون خانواده رو خدا بنا کرد، قوم رو خدا بنا کرد. درسته که خداوند از یک نفر مثل موسی استفاده میکنه، مثل داوود استفاده میکنه، مثل رسول استفاده میکنه، ولی فقط با اون کار نداره، به توسط اون با بقیه کار داره. درسته که روزگاری خداوند به من گفت از ایران بیام بیرون و به من نشون داد، امروز من رو نشون داد، حتی سختی‌ها رو هم به من نشون داده خدا. برای همین تو سختی‌ها من هرگز تعجب نمی‌کنم، فقط ادامه میدم. مشکلات هم خدا به من نشون داده، ولی خدا با من تموم نمی‌کنه. خدا پشت تک تک شماها کار داره. خدا یک نفر رو صدا می‌کنه، با یک نفر کار نداره، با خادمینی که کنار اون میستن، با اون که افرادی میانند اشناس شماهایی است، با همه شما خدا کار داره. پس خدا میخواد که ما در این اتحاد باشیم و در همین اتحاد نیز آنچه را که نیکوست رو نصیب ما بکنه برای زندگیمون. بریم با هم دیگه انجیل متی 18:19-21 رو داشته باشیم. میشه این لامپ های وسط رو میخواد روشن کنید؟ ممنون میشم. انجیل متی 18:19-20. این ربطی درس امروز ما به هیچ وجه ربطی به فصل درس گذشتمون نداره، بلکه در رابطه با دعایی که این هفته بودیم داریم صحبت میکنیم. بله؟ باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهید متفق شوید، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. هر چی که بخواید، شما چی میخواید؟ الان در اتحاد هستید. برای چی میگم بعضی موقع لطفا برای موضوعاتی که هست اعلام کنید تا ما براش دعا کنیم، چون در این اتحاد شما نیازتو دریافت خواهی کرد و یا پیامی رو خواهی گرفت که در این مسیر میتونه به شما آرامش و تسلی بده. بله؟ زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم. ما به نام چه کسی اومدیم اینجا؟ عیسی مسیح. به چه ایمانی اومدیم؟ ایمان به عیسی مسیح. در خانه عیسی مسیح اومدیم. پس حتما دریافت خواهیم کرد. بله؟ تموم شد. میتونیم برای این آیه دست بزنیم. همه به خوبی میدونیم که در مزمور 133 اعلام میکنه کلام خدا، اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران یعنی ایمانداران به یک دل با هم هستند، و میگه این مانند روغنی هستش که از سر هارون میاد به ریشاش هم میگیره. این روغن میدیم که سمبل روح القدس هستش، صحبت از روح القدس. میگه وقتی که ما در این اتحاد هستیم، موضوع هارون نیست، میگم از یکی شروع میکنه خداوند، موضوع همه قوم هستن. میگه وقتی با هم اتحاد دارن، متحد میشن، در اون جایگاه هستش که حضور خدا هست در بین آنان میخرامه و آنان نیز میتونن برکت بگیرن و درش خوشی خداوند نیز هستش، هم برای یک نفر، هم برای خانوادهش، هم برای کلیسا و هم برای مملکتمون، هم برای رویاهامون. از بهمن عزیز خواهش میکنم لطفا با من باشه. یکی از عزیزانی که در این یک هفته باعث برکت هم بود و هم خدا هم برکتش داد، بهمن عزیزم هستش. لطفا میکروفون رو آره ممنون میشم که برکتی که گرفته با شما عزیزانی زنبان کنه. بفهم درود. چهارشنبه شب ما خونه مریم جون بودیم و وسط دعا این حرفا کشی رسول فرمودن هر کسی اگه دردی داره، حالش خوب نیست، جایش درد میکنه، دستشو بذاره اونجا، ما همه براش دعا میکنیم. من دو سه سال یه با زانوام یکم پرابلم دارم، آب میاره، درد داره، این حرفا. هیچ وقت دعا نکرده بودم. قبول دارم برای کسی دیگه کار میکنه، ولی فکر نکردم تو زندگی من هیچ وقت کار بکنه. و اون شب بسیار نمیدونم چطوری دلم اومد که دستمو بذارم رو زانوام. دستمو گذاشتم رو زانوام و همه دعا میکردن و قبول کردم حالم خوب میشه و دعا تموم شد و از فکرم رفت و رفتم خونه خوابیدم. بعد صبح که خواب بلند شدم، من خیلی دوست دارم تو زانوام زانو بزنم دعا کنم، و به خاطر که درد داشتم همیشه بالش میذاشتم زیر پام، ولی پنجشنبه صبح اصلا یادم رفتم بالشو بذارم و معمولا تا زانو میزنم درد انقدر زیاد میشه یادم میاد و میذارم. زانو زدم و دعا کردم و دقیقا من 5 دقیقه بیشتر صبح نیست، من از خواب بلند میشم. بعد که
داشتم اصلا در نداشتم. هللویا خدای خیلی جالب بود. بعد دو مرتبه 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد دو مرتبه چای کردم، فکر کردم ممکنه یه دفعه اتفاق افتاده. این کارو من 3-4 دفعه کردم تو طول روز. بعد پنجشنبه شب که اومدیم دعا و اینجا تو کلیسا، بعد که دعا تموم شد دست پاستر، دست کیش رسول گرفتم آوردم اون طرف میزا، بهش گفتم منو نگاه کنید، زانو زدم جلوشون و هنوز که هنوزه زانوهای من عالیه. هللویا، آمین آمین آمین، که کار خداوند ما کار نیکویی ها و عشق و محبتی که فرزندانش داره. لازم هست که این دستامون رو به سمت او بگیریم و دریافت کنیم. در نامه دوم قرنتیان 2:14 رو براتون میخونم از انجیل شریف، اعلام میکنه: اما خدا را شکر میکنم، پولس رسول داره میگه، که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندانه قرار داده و هدایت ما میکند، مثل عطر خوشبو در همه جا پخش میشویم. چرا؟ الان ایشون گواهی داد، درسته؟ خب ما ایمان داریم که خداوند ما قادر هست، مانند عطر خوشبو نیز به مشام ما رسید. اما این برادر وقتی که میره بیرون عطر خوشبو مسیح رو اعلام میکنه و اتحاد ما باعث خواهد شد در کلیسای مسیح در دعا که ما مسیح محبت رو معرفی کنیم، مسیح قادر رو نیز معرفی کنیم، مثل عطر خوشبو در همه جا پخش میشویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم. وقتی در این اتحاد هستیم ما مطمئن هستیم که خدا بهتر کار خواهد کرد مطابق فیضش با ما، نه که دعاهای انفرادی ما کار نمی کنه. کار می کنه. اما همون خداوندی که اعلام کرد در حجره خودت برو دعا کن، همون خداوند ما رو خواست که در اتحاد نیست، در کنار هم باشیم. در حجره دانشگاه خصوصیت کلیسا رو گذاشته برای تو که بیای در این کلیسا برکت خدا به طریق تو با عطایا بده و برکت رو نیز به توسط فیض مسیح دریافت کنی.